به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، سلام و صد سلام خدمت شما عزیزای دلم. امیدوار هستم همه تان خوب باشین، صحتمند و سر حال و پر انرژی باشین. حتما همینطور هست. با درس امروز خوش آمدین. امروز من مهمان خانه های شما هستم با یک درس خیلی جذاب از کتاب کیمیای صنف دهم. امیدوار هستم که درس های گذشته را هم دیده باشین و کارهای خانگی را انجام داده باشین. در جلسه گذشته ما شما فصل سوم کتاب صنف دهم را به پایان رساندیم و امروز انشالله فصل چهارم را آغاز میکنیم، یعنی یک مبحث کاملا جدید را آغاز میکنیم. خب ما در این فصل موضوع خیلی جالبی را تحت عنوان ساختمان مولکول ها مورد بررسی قرار میدیم. ای که مولکول ها تا این فصل ما راجع به این که مولکول ها چگونه شکل می گیرن، چگونه تشکیل میشن، با کدام روابط در واقع به وجود می آیند و این روابط چگونه تشکیل میشه یاد گرفتیم، مطالب خیلی خوبی را آموختیم. حالا ما می خواهیم ببینیم خب وقتی که روابط برقرار میشن، مولکول ها به وجود می آیند، مولکول ها تولید میشن، دارای کدام اشکال هندسی هستند و مشخصا در این فصل راجع به شکل مولکول ها، شکل ساختمان مولکول ها صحبت می کنیم و درس امروز ما راجع به یکی از این اشکال مولکولی هست که به نام چی هست؟ راجع به شکل خطی هست یا راجع به مولکول های خطی می خواهیم صحبت بکنیم. مولکول هایی که دارای ساختمان خطی هستند چگونه به وجود می آیند یا چگونه تولید می شن و دارای کدام ویژگی ها هستند؟ امروز قرار هست که موضوعات را یاد بگیریم که باید وقتی که یک مولکولی که دارای در واقع ساختمان خطی هست تولید میشه، این مولکول از نظر ساختمانی چه ویژگی هایی داره، اتم ها چگونه در کنار هم قرار میگیرن، کدام حالت هایبریدیزیشن را باید اتم مرکزی به خود بگیره تا بتانه در واقع مولکولی که تولید میشه مولکول با ساختمان خطی باشه. انشالله با ما باشین، همراه باشین. درس امروز درس خیلی خیلی جالبی هست و مطمئن هستم که خوشتان میآید. کتابایتان هم باز بکنین، انشالله صفحه 94 و 95 کتاب را آغاز میکنیم. بسم الله. خب میریم سراغ اینکه مولکول های خطی دارای کدام ویژگی ها هستند. خب یک مولکول را ما برای شما مثال میزنم، بریلیم کلوراید که البته مثال خود کتابتان هست. بریلیم کلوراید، بریلیم کلوراید از دو اتم کلورین و یک اتم بریلیم ساخته شده. بریلیم در گروه چندم قرار داره؟ جدول یادتان هست؟ در گروه دوم قرار داره، بله. و در واقع دارای چهار الکترون هست که در قشر آخرش مشخصا دو الکترون داره. کلورین در گروه چندم قرار داره؟ در گروه هفتم یا در گروه هالوجن ها که در قشر ولانسی خودش هفت الکترون داره. ابتدا ما میایم مجموع الکترون های ولانسی این مولکول را بعد اسم میاریم، یعنی اتم هایی که در این مولکول سهم دارن مجموع الکترون های ولانسیش را بعد اسم میاریم که بتونیم که این را به این شکل بنویسیم. مجموع الکترون های ولانسی را میگیم. خب چند؟ بریلیم چند است؟ چهار. معذرت میخواییم، دو. در مجموع چهار الکترون داره، دو الکترون در قشر ولانسیش هست، جمع. کلورین در قشر ولانسی خودش چند الکترون داره؟ هفت الکترون داره. چند اتم کلورین داریم؟ دو اتم کلورین داریم، دو هفت. دو هفت چهارده، جمع دو، شانزده الکترون هست. مجموعاً این مولکول در واقع شانزده الکترون ولانسی داره، یعنی اتم های تشکیل دهنده این مولکول در مجموع دارای شانزده الکترون ولانسی هست. این مرحله اول کار هست. مرحله دوم اتم مرکزی رو مشخص میکنیم. اتم مرکزی اتمی هست که دارای بزرگترین چارچ مثبت باشه، شاید نظریم همیشه در یادتان باشه. در اینجا بریلیم چند هسته؟ بله، در واقع دو مثبت هست و کلورین منفی هست، پس چارچ مثبت مربوط به بریلیم هست، پس بریلیم دارای در واقع نقش اتم مرکزی را داره. اتم مرکزی را مشخص میکنیم و بعد با اتم های جانبی یک رابطه در واقع برقرار میکنن. به این شکل روابط را با اتم های مرکزی، با اتم های جانبیش مشخص کردیم. خب این کار مرحله چندم هست؟ مرحله پس ابتدا چی کار کردیم؟ الکترون های ولانسی رو مشخص کردیم، بعد اتم مرکزی رو، بعد اتم هایی که در اطراف اتم مرکزی به حیث اتم های جانبی هستن رو با اتم مرکزی ارتباط دادیم. حالا
16 الکترونی را که الکترون های ولانسی هست بین اتم ها تقسیم میکنیم، اما تقسیمات را از اتم های جانبی شروع میکنیم. ابتدا باید اتم های جانبی تان 8 تایی بسازید. خب کلورین در قشر آخرش 7 الکترون داره. 1, 2, 3, 4, 5, 6 یک الکترون با بریلیم شریک ساخته. حالا ما این 8 تایی میسازیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6 و این یک جوره الکترون مربوط کلورین میشه، در مجموع شد 8 الکترونه یا اکتت. پس اتم های جانبی رو باید اکتت بسازید. خب دوباره 1, 2, 3, 4, 5, 6 و یک جوره اینجا هست 8 الکترون. هر دو کلورین 8 الکترونه یا اکتت شد. خب ببینیم که تعداد الکترون های ولانسی که داشتیم 16 الکترون را توانستیم تقسیمات بکنیم یا نه. خب 6 الکترون اینجا، 6 الکترون اینجا، 12 الکترون و هر رابطه هم از یک جوره الکترون تشکیل شده، در مجموع شده 16 الکترون. پس الکترون های ولانسی را به طور کامل تقسیمات کردیم و چیزی باقی نمانده. خب حالا مرحله بعدی، قبلا براتون یاد داده بودم که چارچ قراردادی هر اتم را محاسبه میکنیم، که چارچ قراردادی هر اتم 0 باید باشه. خب به نام فرمال چارچ هم یاد میکنیم یا چارچ قراردادی یاد میکنیم، که چارچ قراردادی را به نام فرمال چارچ هم یاد میکنیم. فرمال چارچ کلورین را، از این کلورین را اول چیکار میکنیم؟ محاسبه میکنیم. فرمول داریم برای چارچ قراردادی که من این فرمول را در اینجا مینویسم، چارچ قراردادی یا همون فرمول چارچ میشه، اینه به نام فرمول چارچ یا چارچ قراردادی در نظر بگیرین. خب میشه فرمولش هست، الکترون های ولانسی برای هر اتم باید محاسبه شود. الکترون های ولانسی منفی الکترون های آزاد منفی الکترون های رابطوی رابطوی تقسیم 2. این فرمول هست برای محاسبه چارچ قراردادی برای هر اتم. خب حالا همین فرمول رو راجع به کلورین ما تطبیق میکنیم. فرمول چارچ کلورین، کلورین از کلورین. خب الکترون های ولانسی کلورین چند از کلورین در گروه 7 قرار داره؟ پس 7 الکترون ولانسی داره، منفیه. الکترون های آزادش در اینجا چند هست؟ 1, 2, 3 جوره 6 الکترون هست، منفیه. الکترون های رابطویش چند هسته؟ کلورین چند رابطه داره؟ 1 رابطه. 1 رابطه از چند الکترون تشکیل میشه؟ از 2 الکترون. خب 2 تقسیم 2. خب 2 تقسیم 2 میشه چی؟ 1. 6 منفی و 1 منفی میشه چند منفی؟ 7 منفی. 7 مثبت و 7 منفی به این قسم میشه. 7 منفی 7 چند میشه؟ حاصل میشه 0. پس فرمول چارج یا چارج قراردادی کلورین 0 است. خب طبیعتاً وقتی از این کلورین 0 میشه، از کلورین مقابل هم 0 میشه، چون همین ویژگی ها را داره. حالا میریم سراغ بریلیم. از تمام اجزای تشکیل دهنده در صورتی که در واقع ذره ما آیون نباشه، باید فرمول چارج هایش چی شود؟ 0 شود. خب از بریلیم را حساب میکنیم. خب چند الکترون ولانسی داره بریلیم؟ در قشر آخر خودش 2 الکترون داره، منفیه. چند الکترون آزاد داره؟ الکترون آزاد نداره، 0. چند الکترون رابطوی داره؟ ببینید این الکترون ها مشترک گذاشته شده بین کلورین و بریلیم، پس مربوط بریلیم هم میشه. خب 1 رابطه این طرف داره، 1 رابطه. هر رابطه از 1 جوره الکترون تشکیل شده. 2 رابطه یعنی 4 الکترون. دقت کردید؟ 4 تقسیم 2. 4 تقسیم 2 میشه 2. 0 و -2 میشه -2. -2 -2 به یک قسم میشه، حاصل میشه چی؟ 0. فرمول چارچ کلورین و بریلیم 0 است. پس امیش ساختار برای از این مولکول کاملا درست است. خب حالا بریم سراغ حالت هایبریدیزیشنش. خب هایبرید در اینجا بین بریلیم و کلورین، بریلیم اتم مرکزی دارای حالت sp هایبرید هست. چی؟ sp هایبرید هست. چرا؟ بریلیم چند رابطه برقرار کرده یا چند پیوند داره؟ 2 پیوند، 1 رابطه اینجا و 1 رابطه اینجا. پس بنابراین از 2 اوربیتال استفاده کرده. 2 اوربیتال در کدام حالت هایبرید هست؟ sp هایبرید. پس نوع هایبریدیزیشن در واقع چی هست؟ sp هست. خب اینجا مشخص میکنیم. پس بریلیم را بگیم که میتونیم این را به این شکل نشان بدیم. بریلیم را به حیث اتم مرکزی حالت sp هایبرید به این شکل هست. ساختمان خطی میشه. sp sp اینجا بریلیم هست.
خب و کلورین ها هم در واقع اوربیتال های پایشان میاین، یکیش با یه اوربیتال و دیگهش با یه اوربیتال اوورلپینگ یا تداخل را انجام میده. ای از چی هست؟ از کلورین هست. اوربیتال های پای اوربیتال های پی چی هست؟ کلورین هست. خب این مربوط کلورین هست. خب اینجا الکترون مشترک میگذاره. همچنین یک کلورین هم این طرف هست. خب در این نقطه با هم تداخل انجام میتن. خب از تداخل یک اوربیتال هایبریدی بریلیم با اوربیتال پی کلورین رابطه سگما به وجود می آید. اینجا هم یک رابطه سگما. زاویه رابطه و زاویه بین اوربیتالی چند است؟ 180 درجه. و شکل مولکول هم چی هست؟ خطی هست. و فرمولش چگونه هست؟ فرمول به این شکل هست: AX2. در واقع اینجا A اتم مرکزی هست، یک اتم جانبی این طرفش یک کلورین و یک اتم جانبی اکس ها کلورین در واقع چیکار میکنه؟ نشان میده. زاویه هم 180 درجه. پس مولکول های خطی زمانی به وجود میاد که اتم مرکزی دارای sp هایبرید باشه و هیچ الکترون غیر رابطوی هم در اطراف اتم مرکزی وجود نداشته باشه. یک نمونه دیگر همینجا بررسی میکنیم. چی رو میخوانیم؟ کربن دای اکساید. خب کربن دای اکساید مورد بررسی قرار میدیم چگونه هست؟ کربن دای اکساید فرمول مولکولیش CO2 و ابتدا الکترون های ولانسیش محاسبه میکنیم. کربن در قشر آخر خودش 4 الکترون داره، جمع 2 اکسیژن داریم، هر اکسیژن 6 الکترون داره، 2 6 12 همراه 2 16 الکترون. خب حالا میایم اتم مرکزی رو شناسایی میکنیم. اتم مرکزی که اتمی که دارای چارج مثبت باشه چی هست؟ کربن هست. خب کربن در مرکز، اکسیژن ها رو با اکسیژن هایی که در دو طرفش هست با اتم های جانبیش یک رابطهش برقرار میکنیم. بعد از اون چیکار میکنیم؟ الکترون های ولانسی رو تقسیم میکنیم، اما تقسیم کردن رو از اتم های جانبی شروع میکنیم. یعنی ابتدا اتم های جانبی رو چیکار میکنیم؟ هشتایی اکتت میسازیم. خب اکسیژن 1 2 3 4 5 6 و این رابطه هم مربوط اکسیژن هم میشه که از یک جور الکترون تشکیل شده، در مجموع 8 الکترون مربوط به اکسیژن شد. این اکسیژن هم 8 تاشو پر می‌کنیم، 8 الکترون هم. خب می‌خوایم ببینیم که تعداد 16 الکترون ما در واقع تکمیل شد یا نه. 6 6 12 الکترون، 13 14 15 16 الکترون تکمیل شد، تقسیم شد. مرحله بعدی چه کار می‌کنیم؟ مرحله بعدی فرمول چارج هر اتم را مشخص می‌کنیم که باید صفر باشه. خب چارج قراردادی اکسیژن را می‌بینیم چند است؟ خب اکسیژن در قشر آخرش چند الکترون داره؟ یعنی الکترون‌های ولانسی چند است؟ 6. درست است؟ منفیه. چند الکترون آزاد داره؟ 6. چند الکترون رابطوی داره؟ یک رابطه تشکیل داده، پس میشه یک جوره الکترون 2 2 به 2. 2 تقسیم 2 1. 6 منفی و 1 منفی 7 منفی به این شکل میشه 7 منفی، حاصل میشه 1 منفی. خب 1 منفی هست. 1 منفی رو چگونه من میتونم؟ باید صفر بسازم. همیشه وقتی که فرمول چارج 1 منفی برآمد، 1 جوره الکترون رو حذف میکنین، تبدیل به رابطه میکنین. یعنی اینجا رابطه دوگانه برقرار میکنین. دقت کردید؟ 1 جوره الکترون حذف میشه، تبدیل به رابطه میشه. حالا می فرمول چارج محاسبه میکنیم دوباره. خب الکترون های ولانسی اکسیژن 6، الکترون های آزاد چند است؟ 4 منفیه. الکترون های رابطویش، رابطه دوگانه شد، 2 رابطه 4 الکترون هست. خب 4 تقسیم 2 چند میشه؟ 4 تقسیم 2 2. 4 منفی و 2 منفی 6 منفی، 6 منفی و 6 مثبت 0. از این اکسیژن شد چند؟ 0. حالا میریم سراغ اکسیژن دومی. در اکسیژن دومی هم فرمول چارجش رو محاسبه میکنیم. خب طبعا مثل از این بوری میشه، 1 منفی میشه، نیاز به محاسبه نداره. پس ما 1 جوره الکترون از این رو کم میکنیم، تبدیل به رابطه میکنیم. خب خط میزنیم، تبدیل به رابطه شد در اینجا. خب پس وقتی که تبدیل به رابطه دوگانه کردیم، فرمول چارجش چی میشه؟ 0 میشه. حالا بریم سراغ کربن. فرمول چارج کربن. خب کربن در قشر آخر خودش چند الکترون داره؟ ولانس 4 هست. خب چند الکترون آزاد داره؟ 0.
چند رابطه وی داره؟ دو رابطه همراهی از اکسیژن داره و دو رابطه همراهی از اکسیژن داره. در مجموع چهار رابطه داره و هر رابطه هم از دو الکترون تشکیل شده. پس چند الکترون رابطه وی داره؟ 8. 8 تقسیم 2. 8 تقسیم 2 4. 4 مثبت 4 منفی 4 0. پس این شکلی را که ما حال داریم در واقع درست هست. این مقدار واضح‌تر این طرف میگیم. خب دو رابطه همراهی اکسیژن و دو رابطه همراهی از اکسیژن. خب ببینید در اینجا حالت هایبرید کربن را مشخص میکنیم. کربن چند رابطه برقرار کرده. ببینید دقت بکنید، وقتی من صحبت از رابطه میکنم برای تعیین هایبریدیزیشن یک اتم مرکزی، فوکستون روی رابطه سیگما باشه. چند رابطه سیگما را با اتم های جانبیش برقرار میکنه، چون رابطه های پای از تداخل جانبی اوربیتال های غیر هایبریدی به وجود میاد، پس اون را کار نداریم. ما فقط فوکس روی رابطه های سیگما هست. خب کربن چند رابطه سیگما داره؟ یک رابطه. ببین این رابطه پای از یک رابطه سیگما و یک رابطه پای تشکیل شده. این رابطه دوگانه هم از یک رابطه سیگما و یک رابطه. پس یک رابطه سیگما این طرف، یک رابطه سیگما این طرف. دو رابطه سیگما هست. دو رابطه یعنی دو اوربیتال ضرورت است. دو اوربیتال در کدام حالت هایبرید هست؟ در sp هایبرید هست. خب پس حالت هایبریدش sp، زاویه 180 درجه، فرمول مولکول به صورت ax2 هست و همچنان ساختمان چی هست؟ خطی هست. دقت کردید؟ ببینید چقدر آسان بود. خب همچنان در استیلین هم ما میتونیم که همین ساختمان خطی را مشاهده بکنیم. خب اینجا میخوایم این را دیگه روی چی برای شما بیشتر نشان نمیتونم، میخوایم این را روی شکل نشان بتونم. خوب دقت بکنید، اولا حالت هایبرید sp را که باعث تشکیل ساختمان خطی میشه، وقتی یک اوربیتال s و یک اوربیتال p با هم هایبرید میشن، دو اوربیتال به وجود میاد که وقتی در کنار هم قرار میگیره این شکله، یک sp و دیگر sp. ای اتم فکر بکنید که اینجا چی هست؟ کربن هست که در مرکز قرار گرفته. یک sp طرفش و یک sp هم طرفش، در واقع دو اوربیتال sp در اینجا وجود داره و ساختمان چی هست؟ خطی هست. زاویه هم بین اوربیتال های هایبریدی 180 درجه هست. همچنین شما ببینید اینجا چی هست؟ مدل کربن دای اکساید هست. کربن در مرکز هست، یک اکسیژنی طرفش، یک اکسیژنی. شما ببینید شکل مولکول را میبینید خودتان، خطی هست، زاویه 180 درجه هست. حالت هایبرید زمانی که مولکول خطی باشه، اتم مرکزی هایبرید sp را داره. چی را داره؟ sp را داره. همچنان این هست شکل مولکول چی؟ استیلین C2H2 استیلین. من شکلش ابتدا برای شما نشان میدم، بعد روی تخته هم نشان میدم. ببینید دو اتم کربن، استیلین از دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن تشکیل شده. یک کربن، دیگر کربن. دو اتم کربن و دو هیدروژن هم به هر کربن یک هیدروژن متصل است و بین کربن ها هم رابطه چی وجود داره؟ سگانه وجود داره و شکل مولکول هم چی هست؟ خطی هست. خب تشکر از توجهتان، امیدوار هستم که درس امروز مورد توجه شما نازنینم قرار گرفته باشه. کار خانگیتان برای جلسه بعدی ای هست که شما استیلین رو من مدلش برای شما نشان دادم، شما در واقع با فرمولش هم C2H2 هست، شما ساختمانش رو مشخص میکنید، ساختمان خطیش رو به همین شیوهی که من کار کردم نشان میتین. خب تشکر از توجهتان، تا برنامه آینده خدا حافظ و نگهدارتان.